درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز جمعه 11 آگوست 2023 میلادی برابر است با 20 مرداد سال 1402 خورشیدی. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به بحران کم آبی در سیستان و بلوچستان و خطری که متوجه دریاچه های ایران است از جمهوری اسلامی، روسیه و طالبان در این زمینه انتقاد کرد. عبدالحمید اسماعیل زهی روز جمعه 20 مرداد در سخنرانی هفتگی خود در نماز جمعه این شهر از مقامات حکومت طالبان در افغانستان خواست که آب رودخانه هیرمند را مدیریت کنند و سهم منطقه سیستان و بلوچستان ایران را بدهند. او گفت که سیستان و بلوچستان به عنوان نزدیکترین همسایه افغانستان دچار بحران کم آبی است و علاوه بر بحران دریاچه هامون، مردم برای آب آشامیدنی خود دچار مشکل هستند. مولوی عبدالحمید همچنین در نماز جمعه زاهدان از روسیه برای سدسازی روی بزرگترین رودخانه منتهی به دریاچه خزر انتقاد کرد و گفت که اگر چنین چیزی اتفاق بیفتد فاتحه خزر خوانده خواهد شد. مولوی عبدالحمید همچنین به سدسازی ها در ایران اشاره کرد و گفت که این سدسازی ها کارشناسی نشده بود و مشکل بزرگی برای ایران ایجاد کرد. او به دیگر بحران های محیط زیستی از جمله سوختن جنگل ها، به ویژه جنگل های مریبان، بحران کمبود آب و حتی وضعیت بحرانی درمان و سقوط ارزش پول ایران اشاره کرد و گفت وظیفه مدیران کشور اداره بحران و برنامه ریزی است، اما ملت احساس می کند مدیرانی که بتوانند بحران ها را اداره کنند وجود ندارند و مدیران کانونی کارایی ندارند. امام جمعه زاهدان گفت که اعتراضات اخیر در خیابان‌ها و فضای مجازی نشان دهنده همین بحران هاست و مشکلات با زندانی کردن روزنامه‌نگاران و منتقدان و صدور حکم اعدام حل نمی‌شود. او خطاب به حکومت افزود: به زنان حرمت و احترام بگذارید، زنان را به جایگاه خود بازگردانید و روزنامه‌نگاران و خبرنگاران که از بهترین فرصت‌های مملکت هستند برایشان احترام بگذارید. مولوی عبدالحمید تاکید کرد اقتدار نظام در گوش نکردن حرف مردم نیست، اقتدار در گوش کردن حرف مردم است. همزمان شدن سالگرد قتل مهسا امینی و بازگشایی دانشگاه‌ها و مدارس باعث شده که مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی از اوجگیری دوباره اعتراضات سراسری برای مجازی شدن فعالیت دانشگاه‌ها تا 10 مهر ماه رایزنی کنند. مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، از انجام مکاتبه برای مجازی شدن فعالیت دانشگاه‌ها تا 10 مهر ماه خبر داد. این مقام شهرداری تهران البته دلیل چنین مکاتباتی را کاستن از بار ترافیکی پایتخت و روانسازی ترافیک عنوان کرد. مهدی گلشنی گفت که هنوز مجازی شدن فعالیت دانشگاه‌ها تا 10 مهر ماه قطعی نشده و این پیشنهاد شهرداری تهران در حال مکاتبه است و تا پایان شهریور ماه هنوز مدت زمان باقی است، اما شهرداری امیدوار است که این تمهیدات اجرایی شود. مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه ها روز جمعه 30 تیر ماه هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی می تواند از دانشگاه ها باشد. رئیس نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه ها به طور ضمنی از اقداماتی برای جلوگیری از اعتراضات دانشجویی هم اشاره کرد و گفت اگر معترضان نتوانند در سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی کاری بکنند، به طور کامل شکست می خورند. تبادل زندانیان آمریکایی با پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی واکنش مشابهی در بین مقامات جمهوری اسلامی را به همراه داشته و آنها میگویند تا هنگامی که این مبلغ به ارزش 6 میلیارد دلار توسط جمهوری اسلامی وصول نشود، زندانیان آمریکایی آزاد نخواهند شد. محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی، امروز جمعه در توییتی نوشت فرایند آزادسازی کل دارایی‌های ایران در کره جنوبی هم آغاز شده است. تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مد نظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌مانند. روز پنجشنبه در یک تحول مهم، 5 آمریکایی دو تابعیتی بازداشت شده در زندان‌های جمهوری اسلامی به بازداشت خانگی در یک هتل در تهران منتقل شدند که به نظر می‌رسد گامی به پیش در توافق مبادله گروگان‌ها بین ایالات متحده و ایران به شمار می‌آید.
اعلام این هتل از سوی مقامات ایالات متحده، وکلا و اعضای خانواده این گروه اعلام نشده است. از میان این 5 ایرانی آمریکایی دو تابعیتی، سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و نفر چهارم ناشناس از زندان اوین به بازداشت خانگی منتقل شدند که کاخ سفید این خبر را تایید کرده است. همچنین به گفته منابع آگاه از مذاکرات، پنجمین دو تابعیتی که هویتش آشکار نشده پیشتر در بازداشت خانگی بوده است. وزیر خارجه ایران تنها 3 روز بعد از آنکه در ژاپن مدعی عدم ارسال پهپاد به روسیه شد، روز پنجشنبه در آفریقای جنوبی گفت که روسیه قول داده که از تسلیحات ارسالی تهران به این کشور در جنگ اوکراین استفاده نکند. ایران تا ماها تحویل پهپاد انتحاری نوع شاهد به روسیه را انکار میکرد، تا اینکه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه در آبان ماه سال گذشته در پی ارائه شواهد فراوان از طرف نهادهای غربی نهایتا تحویل پهپاد به روسیه را تایید کرد، اما مدعی شد که جمهوری اسلامی قبل از جنگ اوکراین و تنها به صورت محدود پهپادهایش را تحویل روسیه داده است. امیرعبداللهیان روز پنجشنبه در 15 نشست کمیسیون همکاری های ایران و آفریقای جنوبی گفت که جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین در کنار هیچ یک از طرفین برای تداوم جنگ نبوده و نیست. به اضافه کرد مقامات روسیه به ما اطمینان دادند که در چارچوب همکاری های دفاعی موجود هیچگاه از تجهیزات ایرانی در جنگ علیه اوکراین استفاده نکرده و نخواهند کرد. سیستم امنیت داخلی اسرائیل شنبت امروز جمعه یک شهروند ایرانی یهودی متهم به جاسوسی برای جمهوری اسلامی را در فرودگاهی در اسرائیل بازداشت کرد و مانع از ورود او به خاک این کشور شد. به گزارش جروزلم پست، مظنون که در اسرائیل خویشاوندانی دارد، بعد از خروج از هواپیما در فرودگاه این کشور بازداشت شد و اعتراف کرد که هدف از سفرش جمع‌آوری اطلاعات و گرفتن عکس برای مقامات امنیتی جمهوری اسلامی است. جروزلم پست بدون اشاره به نام مظنون افزوده که او قبل از ورود به اسرائیل با مقامات امنیتی ایرانی دیدار و از آنها یک جعبه دستمال کاغذی دریافت کرده که قرار بوده از آن برای پنهان کردن تجهیزات دوربین، موبایل، شارژ موبایل و پول استفاده کند. مقامات جمهوری اسلامی به این فرد گفته بودند که آدرس هایی را که از طریق اپراتور ایرانیش دریافت می کند رصد کند. بعد از تکمیل تحقیقات اجازه ورود این یهودی ایرانی به اسرائیل داده نشد و با هواپیما به ایران بازگردانده شد. شنبت این رویداد را بخشی از تلاش گسترده ایران برای ایجاد محفرهای جاسوسی و ترور در اسرائیل خواند و تصریح کرد که با همکاری شرکای اطلاعاتی خود قاطعانه به شناسایی و خونسا کردن اقدامات تروریستی و جاسوسی و سایبری ایران ادامه خواهد داد. رندگان اشبان در لحظه توجه شما را به پیام‌های بازرگانی جلب می‌کنم. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99 معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد.
در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، هزانت فرزند، خلع ید و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده‌های برنده را دارد. 24/7 lawyers 24 ساعته 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-7759. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می‌کنم. جان بولتون، مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید، اعلام کرد که مرگ علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، احتمال تغییر رژیم در ایران را بیش از همیشه خواهد کرد. بولتون روز پنجشنبه 19 مرداد در جریان وبیناری در مرکز مطالعات عمومی اورشلیم گفت که تغییر رژیم ایران و گذار به دموکراسی بعد از مرگ خامنه‌ای با توجه به اتفاقاتی که در سطح فرماندهی سپاه و تقابل آنها با روحانیون خواهد افتاد، محتمل‌تر از همیشه خواهد بود. به عقیده این مقام بلندپایه پیشین آمریکا، مرگ رهبر جمهوری اسلامی سپاه پاسداران را آسیب پذیرتر از همیشه خواهد کرد. خامنه‌ای اکنون 84 سال است و دچار بیماری. بولتون یادآوری کرد که وضعیت جسمانی رهبر جمهوری اسلامی بارها وخیم شده و رژیم تهران مسیر واقعی روشنی برای دوره انتقال قدرت بعد از مرگ خامنه ای ندارد. به گفته بولتون، این بدان معناست که فشار بر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن لحظه بیشتر می شود و این سازمان در آن لحظه در ضعیف‌ترین حالت خود خواهد بود. کره جنوبی امروز جمعه از امیدواری به حل مشکل دارایی‌های بلوکه شده ایران گفته، اما همزمان از گزارش‌ها درباره توافق ایران و آمریکا برای تبادل زندانیان به شرط انتقال 6 میلیارد دلار اظهار بی‌اطلاعی کرده است. موضوع رفع توقیف از دارایی‌های ایران در کره جنوبی از سال 1399 جزو اولویت‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بوده و بر روابط تهران و سئول سایه انداخته است. وزارت خارجه کره جنوبی در بیانیه‌ای گفت دولت ما از نزدیک با کشورهایی چون ایران و آمریکا در تماس است تا مسئله دارایی‌های بلوکه را حل کند و امیدواریم که این موضوع به طور دوستانه حل شود. بعد از انتشار اخبار مربوط به حصول توافق بستر آزادی زندانیان دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرد که آزادی زندانیان آمریکایی منجر به رفع هیچ گونه تحریمی از ایران نخواهد شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، ضمن تاکید بر تعهد دولت ایالات متحده برای اطمینان از بازگشت امن دو تابعیتی ها، گفت که این گونه تلاش های دیپلماتیک اراده مقابله با اقدامات ثبات کننده ایران در منطقه را کاهش نمی‌دهد. به گفته بلینکن، اینکه این 5 تن از زندان به حبس خانگی منتقل شدند، گامی مهم برای بازگرداندن نهایی آنها به کشورشان است. و همچنین بر اهمیت اولویت دادن به رفاه و امنیت شهروندان آمریکایی در سراسر جهان و بر تعهد دولت برای حل و فصل موارد بازداشت غیرقانونی تاکید کرد. چین میگوید یک جاسوس سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا سیا را شناسایی و دستگیر کرده است. وزارت امنیت کشور چین گفته است که این فرد یک شهروند چینی است. تا این لحظه تنها نام خانوادگی وی به نام ژنگ به صورت علنی اعلام شده است.
پکن گفته است که این فرد در یک سازمان نظامی کار میکرده و زمانی که برای یک سفر کاری به ایتالیا رفته بود سیا او را جذب کرده است. بنا به ادعای مقامات چین، ژانگ از طریق مهمانی های شام، سفر و حضور در اپرا اطلاعات حساس را به یک مأمور سیا منتقل میکرده است. سازمان سیا به ژانگ قول پول و مهاجرت او و خانوادهش به آمریکا را داده بود. تا کنون مقامات آمریکایی در خصوص ادعاهای مطرح شده توسط چین هیچ اظهار نظری نکردند. اجساد 23 تن از اقلیت روهینگیا که در حال فرار از استان راقین میانمار بودند بعد از غرق شدن قایق آنها پیدا شده است. 30 تن دیگر از سرنشینان این قایق هنوز مفقود هستند. بر اساس گزارش ها تا کنون تنها 8 تن از این حادثه جان سالم به در بردند. بازماندگان گفتند که در تلاش برای رسیدن به مالزی بودند که روز یک شنبه خدمه قایق آنها را با بیش از 50 مسافر در دریا رها کردند و از قایق پیاده شدند. هر سال هزاران تن از مردم روهینگیا برای سفر دریایی خطرناک به مالزی یا اندونزی تلاش می کنند. آنها از آزار و اذیت در میانمار و اردوگاه های مملو از پناهجویان در بنگلادش می گریزند. رانگ رجبان بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدریلا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز اوفک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. کریستیان هاریلا، کوهنورد نروژی که با فتح 14 قله بالای 8000 متر در 92 روز لقب سریع‌ترین کوهنورد جهان را از آن خود کرده بود، متهم شده که تیمش در هنگام صعود به قله K2 در پاکستان از روی باربری که سقوط کرده و در حال مرگ بوده رد شده و او را به حال خود رها کردند.
در طی صعود او، محمد حسن باربر تیمشان در ارتفاع حدود 8200 متری روی لبه کوه سقوط کرد. خانم هاریلا تاکید دارد که تیمش هر آنچه می‌توانسته برای نجات جان این باربر انجام داده، اما شرایط برای حرکت دادن بدن او بسیار خطرناک بوده است. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، کوهنوردان از روی پیکر آقای حسن می‌گذرند. آقای حسن بدون داشتن تجربه قبلی، تنها برای تأمین مخارج مادر مبتلا به دیابتش وظیفه فیکس کردن طناب را عهده‌دار شده بود. کیم کارداشیان میلیاردر آمریکایی با گذاشتن عکسی از خود در کنار دستگاه اسکن پرنوو، استفاده از آن را به عنوان یک نجات بخش تبلیغ کرد. کارشناسان پزشکی اما توصیه کردند که مردم از این دستگاه استفاده نکنند. خانم کارداشیان روز چهارشنبه در اینستاگرام خود از طرفدارانش خواست بدنشان را با استفاده از دستگاه‌های پرنوو اسکن کنند. او در این پست مدعی شد که این دستگاه قادر است بیماری‌های مانند سرطان و آنوریسم را در مراحل اولیه قبل از بروز علائم تشخیص بدهد. این شخصیت تلویزیونی همچنین گفت که این اسکن مانند گرفتن MRI بدون تشعشع است و تاکید کرد که برای تبلیغ این دستگاه پولی دریافت نکرده است. شرکت پرنوو در سال 2018 تولید شد. این شرکت ادعا می کند که این اسکن را به عنوان جایگزینی برای اسکن های تشخیصی MRI توصیه داده است که می تواند تا 10 برابر تصاویر را با وضوح بالاتر نسبت به دستگاه های استاندارد دیگر نشان بدهد. این شرکت گفته است که قصد دارد پارادایم پزشکی را از واکنشی به فعال تبدیل کند تا امید به زندگی را افزایش بدهد. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر میکنم از همکارم در اتاق فرمان آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو میکنم.